سلام چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم خیلی خوش اومدین به جلسه 28 از پکیج آنریل انجین 5 که این جلسه, این جلسه قرار در مورد نورپردازی خارجی به یه سبک دیگه ای صحبت بکنیم و یه پروژه رو هم دیگه پیش ببریم بریم سراغ آموزش قبلش لایک کامنت و سابسکرایب به چنل یادتون نره و حتما حتما این ویدیو رو و چنل من رو به دوستاتون معرفی بکنید برو بریم خب بچه ها جلسه پیش یه جلسه نورپردازی خارجی داشتیم که این چهار پارتی که اینجا میرید برای اونه و سکوی حتما نگاه بکنید خیلی مهمه و فوق العاده میتونه توی نورپردازی خارجی بهتون کمک کنه البته این یک روشه که اینجوریه این جلسه هم یه روشه دیگه بهتون میگم که به نظر من خیلی خوبه و راحت تره و خود من این روش رو خیلی بیشتر دوست دارم تو این جلسه حتما بهتون میگم خب بچه ها ما اینجا یه حجم حالا انتخاب کردم از سایت تیریدی زیپ از اونجا دانلود کردم اینو و یه حجم خیلی خوبیه و یه سری نکات میشه در واقع ازش در آورد و حالت نورپردازی و نورپردازی مخصوصا حالت مصنوعی خیلی چیزهای خیلی خوبی میشه اینجا گفتش و به نظر من حجم خوبیه اینو من اکسپورت میگیرم بچه هم بچه هم من اینو فایلش رو براتون قرار میدم توی کانال تلگرام و اگه داخل کانال تلگرام آریل انجین عضو نشدید حتما عضو بشید و اونجا میتونید دانلود بکنید لینکش هم لینک کانال تلگرام داخل دیسکریپشن هست میتونید انجام خیلی راحت بیاید و از فایل ها و چیزهایی که میذارم استفاده بکنید من, من معمولا یه سری آبژیکت های آماده و چیزهای مختلف میذارم داخل کانال که حالا استفاده بکنید خب میبینید اکسپورت میگیریم این گزینه رو میزنیم ما رو یه نیو فولر حالا 28 به اسم 28 درست کردم اینم ها هاوس دو مثلا دیتا اسمیت دیگه خروجی رو گرفتش حجم پچ ها سبکه و خوبه آنریل باز میکنم و چون من اینجا حالا این جلسه بهتون میگم که چجوری درخت وارد بکنید داخل کارتون چجوری نور آی, ای, ای اس وارد بکنید و یه جلسه خیلی پروار و خوبی داریم یه دونه بلنک جدید باز میکنم به این صورت حالا جاشم میتونید اینجا انتخاب بکنید که حالا واسه من اینجا اوکیه و اسمش هم دوباره مثل جلسه قبل مثل محمد میذارم صرف دو منظم تا باز بشه بریم بچه یه سری نورهای آی, ای اس داریم ما ببینید که به این صورته ببینید اینو میخوام داخل پروژه استفاده بکنم مثلا اینو بذاریم چه شکلی میشه خیلی جالبه چون خود داره چند تا ولی زیاد خوب نیستن اه... حالا به اونجا هم میرسیم خب ببین بچه الان میخوایم حجم رو وارد بکنیم بگی اینا همه چی دیگه راحته دیگه برای شما دیگه قبل اینکه حجم رو وارد بکنم این دفعه اصلا هر چی داخل صحنه هست من پاک میکنم پوست پراسس هر چیزی که هستش رو بر میدارم. یه صحنه کاملا خالی اینجا داریم یه دوربین هم اینجا یه پلین اینجوری که معلوم باشه حالا حجممون کجا داره میاد میام از این قسمت دیتا اسمیت فایل ایمپورت و اینجا اینو اوپن و بینی او فولدر درست میکنم به نام 3 میذارم داخل این اوکی و میگه آقا جیومتری با متریال هم بیاد میگیم بله و حجممون وارد شد ولی نمیدونم کجا رفت یه بار دیگه بذاری من برم اینجا بریم بچه من اینجا اکسپورت سلکته رو زدم بعد اکسپورت رو بزنم دوباره اینجا اکسپورت رو زدم و سیو در واقع سیو بکنه که بریم واسه ایمپورتش من قبلی کم شک کنم که اینقدر سریع اکسپورت گرفت و سکنید دوتا حواستون باشه حتما اکسپورت رو بزنید اکسپورت سلکت واسه اینکه مثلا یه صندلی میخواید بیارید یه درخت میخواد بیارید یا مثلا یه پنجره میخواید بیارید اونجور جا خیلی بیشتر استفاده میشه خب اکسپورت گرفتش میایم اینجا دیتا اسمیت فایل ایمپورت و دوباره اینو میزنیم روش رو 3 و اوکی این اوکی حالا منتظمونیم تا حجممون وارد بشه یکم طول میگیشه صد درصد برای شما هم طول میگیشه خب ولی از اون به سیستم تو خیلی بستگی داره میبینید خیلی راحت وارد شد من این سفرم دیگه لازم ندارم پاکش میکنم یه دونه اینجا کلیک چپ میکنم و F رو میزنم که نزدیک حجم من بشه یه خیلی ساده ای من اینو بزنم راحت لیت هیچی معلوم نیست بچه میبینید شاید بعضی نورهای خیلی کچولو میبینید اینجا هستن که حالا من جی رو بزنم کلا میرن اونا مهم نیستن و الان آنلی تو میزنم بچه جلسه پیش یه سب نورپردازی بهتون گفتم که بدون اشتیارایی آی بود این دفعه, این دفعه میخوام با اشتیارایی آی و نور خورشید با هم اونجا بیایم و نورپردازی رو انجام بدیم قبلش ما حجممون رو چک میکنیم یه دونه اشتیارایی آی همینجوری اول میدازیم داخل صحنه. ببینید میایم اینجا تو قسمت لایت یا اینجا اصلا رو شما سرچ بکنید براتون میاره اشتیار آی بک دراپ اینو برمیدارید میرزی داخل سهنه میبینید اومد اینجا حالا من راحت میتونم بزنم گزینه لیت بکیشون همش بیرون پایین ببینید بکیشون بیرون پایین اینجوری و میبینید ای حالت کشیده داره میبینید اینجا رو ببینید من اف رو میزنم ببینید یه حالت کوره که حجم ها داخلشه اینو میزنم برم دوباره داخلش این رو کشیده چوری رفت رو بکنیم روش کلیک میکنیم میایم این قسمت پایین ادوانس رو میزنیم یه تیک اینجا داره یوز کامرا اینو میزنیم میبینید صاف صاف شد دوباره روش کلیک میکنیم اف رو میزنیم مکنی اینجوری شدش سکنی حتما بزنید اونو و نکته بعدی اینه که روش کلیک بکنید و بیایید اینجا مثلا این گزینه رو مثلا بزنید روی 500 یکم حجمتون روشنتر بشه که ببینید چه خبره. قبل اینکه اصلا الان بریم نور پردازی انجام بدیم من اینو میذارم اینجا بریم حجم اون اصلا درست اومده یا نه بریم اصلا چه شکلیه ببینید یه حجم خیلی سبک ویلایی داریم اینجا که پلین داره که کاملا اینجا رو حالا چمند میکنیم زیاد نمیخوام به فضلسازی خیلی اهمیت بدم تو این پروژه بیشتر دوست دارم نور رو با هم کار بکنیم نور مصنوعی و طبیعی رو ببینید کامل اومده داخلش هم میتونید به داخلش مهم نیست ولی خب داخلش هم اوکیه ولی خب متریال نمیدیم اگه ببینیم هم یه متریال خیلی ساده ای روی کار میدیم حالا رو, حالت دیتیل لایتینگ هم میتونیم بزنیم یا رو حالت لایت آنلی هم بذاریم خیلی راحت تر میشه دید همه چیو بعد از اینکه حجمون رو دیدیم و هیچ مشکلی نبود چیکار میکنیم؟ این ببینم آره اوکی این هم حاله بچه من اینا رو با هم دیگه اتچ کردم ببینید همه حجم با هم دیگه تکون میخوره بعضی آشو. بقیه که زیاد چیز نیستش من این رو کلا میبندم چون نیازمون نمیشه مکسش چون حجمون کامل اومده خب اصالت لایتینگ آنلی در میاریم و میزنیم رو حالت لیت نکته بعدی الان دیگه باید چیکار بکنیم یه دونه پست پروسس بذاریم میایم اینجا گزینه ویژوال افکس و پست پروسس والیوم رو میذاریم اینجا اینجا میتونیم اسکیلش رو بزرگ بکنیم ماکنی یا میتونیم اسکیل رو بزنیم همونجوری دستی خودمون اینجوری بزرگ بکنیم هیچ فرقی نمیکنه و ارتفاعش رو اینا رو همه رو چک کنید آخه بچه‌ها برید تاپ ببینید رو تاپ برید حجمه تو این الان زردی که اینجا چیه پست پروسسه ناگهان اینا هم حجم ماز این کامل بندازی داخلش ناگهان الان کامل داخلشه حتی میتونی یکم بزرگترش هم بکنید ولی خب یه ذره از این بر اون بر... من اینو بزرگترش میکنم به این صورت میرون زیرش هم که اوکیه لفت عالیه یکم بینیم بالاتر چون زیری زیاد به درد ما نمیخوره رایتش هم حله و فرانتش هم حله و بکش هم که اوکی خب بیرونیم رو حالت پرسپیکتیف چون من الان دارم فقط پروژه رو آماده کار کردن میکنم هیچ کار خاصی دیگه انجام نمیدم روی پوست کلیک میکنم اینجاست خب میگم روارت بلوم متدش رو روشن میکنم و میذارم روی استاندارد باشه این بلومش ببینید میبینید اینه اینه سفرش کنید که تمیز بشه پروژمون پروژمون اینقدر نور علکی نداشته باشه میبینید خوشگل شد اگه نمیخوام اینجوری باشه دوربین چشامونو اذیت بکنه اینا صفرش میکنم که خیال خودمونم راحت بشه و نکته بعدی هم در مورد اکسپوزر که میتونیم رو اتوماتیک بگذاریم ولی من حالا منوال میذارم میام ولی از این ور چی کار میکنم؟ رو زیاد میکنم میزن 5 6 7 12 زیاده 10 خوبه 10 اوکیه فعلا اوکیه چون حالا خود اشتیارم میتونیم شدهش رو زیاد بکنیم ببینید اون تاثیرش رو کامل رو صحنه ما میتونیم داشته باشه ولی خب اشیار آیم فعلا دست نمیزنم بذاریم یک کوچولو اکسپوژر رو من یه ذره زیاد بکنم که یازده بذارم فقط سحنمون روشنتر بشه عالیه ببینید حالا الان نور خورشید نمیاد بیاد بیم اینجا نور خورشید وقتی که بندازیم مثلا دیگه نور کامل دیگه خوش داره نشون میده و اینجا الان یه نور خوبی هم داریم ببینید الان بچه ها پروژه ما الان آماده است یعنی همه چی آماده کردیم و با بریم تو دلش ببینید چی کار میشه کرد و و اینکه بچا ببینید تا اینجا پروژه رو پیش ببرید بذارید من این خورشید رو این حالت رو ببینید خیلی تیزه میام اینجا این انگلیش رو زیاد میکنم ببینید نمیخوام اینجوری باشه یک کوچولو مثلا یک بذارم اینجوری میشه نیم بذارم اینجوری میشه خوبه این اما هفته هم هفته هم خیلی خوبه باحال تره عالی اینجا هم یه متریال آب میدیم فعلا فقط بچه ها مثلا با یه آب اینا هیچ کار نداره فقط یه واتر اینجا سرچ میکنم یه واتر اینجا میدم بیا مثلا میاره آره ببینید یه متای آب اینجا من میدم فعلا نمیخوام خالی باشه اوکی خب بچه من این جلسه رو همینجا تمامش میکنم چون میخوام جلسات زیاد نشه اعتمالا توی چهار پارت تقسیم میکنم و سعی کنید که دونه نگاه بکنید وسطش استراحت بکنید که زیاد آموزش براتون خسته کننده نباشه و اینو تا همینجا آماده بکنید بیاید جلسه بعد اونجا دماشو با هم دیگه پیش میبریم فعلا خدا نگهدار